همراه هستیم با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر روابط بین‌الملل از گلاسکو. آقای تقی‌زاده، دیپلمات‌ها از احتمال مذاکره درباره برنامه موشکی و منطقه ایران در مذاکرات وین خبر دادن. فکر می‌کنید چقدر احتمال دستیابی به یک توافق در این زمینه بین ایران و غرب وجود داشته باشه؟ دو نکته که شما گفتی تنها مسائلی نیستند که به صورت مشکل در ادامه مذاکرات ظاهر شدن. بدون شک اگر توافقی هفته آینده و یا هفته بعد از اون یا در زمانی که آژانس از جمهوری اسلامی گرفته برای ادامه تعهداتش در ارتباط با پروتکل الحاقی صورت بگیره، یقینا این دو مورد در شمول توافق قرار نخواهند داشت به علت مخالفت ایران با این موضوع و به این علت که این موضوع در توافق برجام جای نداشته. ولی شرایط دیگری هم از دو طرف در مذاکرات گذاشته شده در طول مذاکراتی که دو طرف داشتن و اینها مشکل تر کرده وضعیت رسیدن به توافق رو. من جمله جمهوری اسلامی بنا به گزارش‌ها خواستار این است که سازوکاری در نظر گرفته بشه که رئیس دولت بعدی آمریکا نتونه مثل رئیس دولت قبلی از برجام خارج بشه. این کار مستلزم ارتقای سطح توافق به قرارداده و قرارداد باید در مجامع قانونگذاری آمریکا به تصویب برسه، در حالی که هر نوع توافقی از طرف دولت با جمهوری اسلامی در زمینه اتمی و موشکی در پارلمان آمریکا، در کنگره آمریکا بخت تصویب نخواهد داشت. به این دلیل به نظر من امکان رسیدن به توافق وجود داره، ولی در صورتی که اتفاق بیفته توافقی خواهد بود ناقص‌تر و ناپایدارتر از برجام. آقای تقی‌زاده، از طرفی حسن روحانی درباره حل شدن مشکلات و رسیدن به توافق ابراز خوشبینی میکنه، از طرف دیگه آمریکا این خوشبینی رو رد میکنه. ارزیابی شما از دیدگاه دو طرف چه است؟ ارزیابی آقای روحانی ارزیابی فوق‌العاده خوشبینانه است. ارزیابی مسئول دولتی است که در حال ترک دولته، در حالی که اگر توافقی صورت بگیره به هر شکلی این دولت بعدی خواهد بود که مجری این توافقه. بنابراین خوشبینی آقای روحانی رو در این مورد که ما مذاکرات رو به نتیجه رساندیم به هیچ وجه نمیتونه با واقعیت همسو باشه. آمریکایی ها مواضعشون مقدار زیادی سخت‌تر شده نسبت به زمانی که مذاکرات رو آغاز کردن و دلیل ساده این است که دولت تازه روی کار آمده در کاخ سفید با مشکلات و پیچیدگی های برجام بیشتر آشنا شده، به خصوص مقاومتی که در منطقه وجود داره. کشورهای منطقه میگن اگر مطابق برجام به جمهوری اسلامی اجازه بدید 4000 سانتریفیوژ داشته باشن، چرا کشورهای دیگر منطقه مثل مصر و عربستان سعودی و امارات که 4 راکتور تمام شده و یا در لحظه تکمیل داره از این حق برخوردار نباشن؟ و اگر این حق رو به اونها دادی، آژانس چطور میتونه کنترل سلاح‌های اتمی رو واقعا با نظارت بهتری ادامه بده؟ این مشکلاتی که دولت آقای بایدن رو نسبت به مذاکرات مقدار زیادی هوشیارتر کرده و به همین نسبت احتیاط اونها افزایش پیدا کرده. خب الان با توجه به در پیش رو بودن انتخابات در ایران، چقدر احتمال دستیابی به توافق پیش از این انتخابات وجود داره؟ هرچی که به انتهای دولت کنونی یعنی برگزاری انتخابات 28 خرداد نزدیکتر میشیم، بخت رسیدن به توافق کمتر میشه. ولی با این حال دولت آمریکا اگر زمینه‌ای برای تصویب توافق وجود داشته باشه همچنان علاقمند به این کاره. ولی پرسش اینجاست، اگر این واقعا اینقدر این توافق اهمیت داره که آمریکا به انجام اون اصرار می‌ورزه، چرا اینقدر تعجیل؟ و آمریکا مسئله تغییر دولت در ایران رو چطور میتونه توضیح بده؟ اگر واقعا قصد تصویب توافق تا قبل از انتخابات این بود که دولت میانه روتری مورد حمایت قرار بگیره، الان دیده میشه که انتخابات ریل گذاری شده. رئیس دولت بعدی در جمهوری اسلامی قطعا یک دولت تندروی اصولگراست. بنابراین در این شرایط هم توجیه تعجیل آمریکا برای رسیدن به یک توافق بد با دولتی که در حال خروج از صحنه هست به هیچ وجه قابل توجیه نیست. سپاسگزارم از شما. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر روابط بین‌الملل از گلاسکو همراه ما بودید.